امروز هم ما به ادامه درس‌های قبلی که درس‌های تئوری بود در مورد رنگ، تعریف رنگ، تاریخچه رنگ، دسته‌بندی رنگ و اسکل‌ها صحبت کردیم. امروز عملاً رنگ‌های دسته اول، دسته دوم و دسته سوم در چرخ رنگ کار می‌کنیم. خب قبل از اینکه ما شروع کنیم باید یک دایره را رسم بکنیم تا بتونیم در اطراف دایره چرخ رنگ با برس رنگ‌آمیزی کنیم. ما یک دایره را ترسیم کردیم. در قسمت بالای دایره ما رنگ زرد داریم. برای رنگ زرد هم یک دایره کار میکنیم. خب بهتر است که ما مرکز این دایره را پیدا کنیم که این خود مرکز است. میتونه که این مرکز دایره کوچکتر باشه. رنگ های دسته اول در قسمت بالا رنگ زرد می باشه، در قسمت راست هم رنگ سرخ می باشه. و در قسمت چپ هم رنگ آبی، آبی لاجوردی. خب ما دسته اول جایش را تعیین کردیم. بعد از این رنگ های دسته دوم را باز کار میکنیم. رنگ های دسته اول با علامه شماره یک نشانه میکنیم شن. و در قسمت وسط این دو رنگ که رنگ های دسته دوم با وجود میاد ما جای اونا را اینجا تعیین میکنیم که رنگ های دسته دوم در این قسمت رنگ آمیزی شود. به همین ترتیب رنگ زرد و سرخ که ترکیب شد و رنگ نارنجی دسته دوم اینجا رنگ آمیزی میکنیم و رنگ زرد با رنگ آبی که ترکیب شد و رنگ سبز با وجود میاد که ما جای رنگ سبز اینجا آماده میسازیم. اینا هم رنگ دسته دوم است. و این قسمت هم قسمت پایین ترکیب سرخ با آبی است که رنگ بنفش به وجود میاد و یه رنگ دسته دوم میباشه. خب این رنگ های دسته دوم بود. بعد ما رنگ های دسته سوم کار میکنیم. رنگ های دسته سوم هم بین رنگ های دسته اول و دسته دوم با وجود میه. رنگ های دسته سوم بیشتر از رنگ های دسته اول و دسته دوم می باشه. به این ترتیب چرخ رنگ ما شما ترتیب میشه. چرخ رنگ ما شما میبینیم که 12 رنگ است و رنگ های اصلی و رنگ های دسته اول یا دسته دوم و دسته سوم که از این چرخ رنگ با وجود میاد که این رنگ هم وقتی که دانشمندا نور خورشید یا نور تجزیه کردن با منشور همین رنگ یا افرنگ که توسط منشور تزدیه شده هم همین رنگ ها را داره که رنگ زرد است، رنگ سرخ است، آبی است و ترکیبش هم رنگ سبز و رنگ نارنجی و رنگ بنفش است. خب مال جایش را مشخص کنیم و حالا از رنگ ها استفاده میکنیم. در درس های گذاشته هم شما در مورد رنگ صحبت کردیم که چندین نوع رنگ است. رنگ روغنی است، رنگ
آبرنگ است، رنگ گواش است، رنگ اکریلیک است و رنگ های دیگه. ما حال از رنگ روغنی استفاده میکنیم. رنگ به مقدار ضرورت ما شما روی کاغذ یا روی پلیت رنگ میتونیم که بریزیم. رنگ زرد که است رنگ لیمون کلر است و رنگ سرخ که است رنگ کریمسون لیک است که رنگ سرخ میتونه هم رید باشه و هم کریمسون که رنگ کریمسون سرخ میتونه رنگ بنفش اصلی را به وجود بیاره و رنگ آبی هم یک رنگ پتلو است و رنگ راشن بلو است که اینا رنگ آبی اصلی هستند. ما میتونیم از ترکیب این رنگ ها این سه رنگ اصلی میتونیم رنگ های دیگر را به وجود بیاریم. خب دوستای عزیزی بود سه رنگ اصلی که حال ما این را روی کاغذ عملا کار میکنیم. خوب است که اول از رنگ های روشن شروع کنیم مانند رنگ زرد. ما اول رنگ روی کاغذ خوب با برس یا مویک حرکت میتیم تا ببینیم که رنگ نظر به ضرورتی که ما داریم غلظتش به ما اندازه باشه. اگر رنگ غلیظتر باشه چون که رنگ روغن است ما میتونیم با ورنش یا با تیل رنگ ایره دقیق تر بسازیم. خب حال رنگ که ما میبینیم غلظتش مناسب است به کار ما، ما میتونیم از امی استفاده بکنیم. زمانی که ما شما برسم حرکت میتیم روی کاغذ به طرف دسته خود مویکی طرف باشه، یعنی مویک برس یعنی نوازش شوه. اگر برعکس حرکت بتیم شاید مویک تخریب شوه و هم رنگم به شکل درست روی کاغذ هموار نشود. ما رنگ روغن هم میتونیم که روی کاغذ کاک و مخصوص رنگ روغن کنواس است یا تکی که مخصوص برای رنگ روغن ساخته شده ما میتونیم از اونا استفاده بکنیم. و ما برای استفاده ای کاغذ کاک آوردیم. روی کاغذ کاک ما میتونیم کار کنیم. شاید دوستای عزیز پیش شما سوال خلق شود که دانش رنگ خود ما در کمپیوتر هم دیدیم رنگ ها را مشخص، ولی در کمپیوتر ما شما رنگ ها را آماده میبینیم. هیچگاه به شکل فیزیکالی ما نمیبینیم که این دو رنگ با هم ترکیب شد یک رنگ دومی به وجود آمد. به او خاطر بخاطر که بر شما جالب شود و عملا شما ببینید که چطور رنگ ها از ترکیب هم به دست میاد ما این را عملا کار میکنیم. خب دوستای عزیز رنگ زرد ما تکمیل شد و اگر خواسته باشین دقیق تر کار کنین میتونین که مکمل همی شکل دایره را با دقت بیشتر کارش کنین. خب زمانی که ما میخواییم که یک رنگ دومی را کار بکنیم باید که این رنگ که فعلا در برس موجود است ای به شکل کامل پاک شود. خوب است که ما امرای خود کاغذ داشته باشیم تا بتونیم که این رنگ مکمل پاک بسازیم. به خاطر از اینکه هیچ رنگ داخل مویک نمانه تا اینکه رنگ های دیگه متغیر نکنه ما میتونیم از تیل که برای شستن برس است از این استفاده بکنیم. زمانی که ما روی کاغذ برس با تیل حرکت میتیم میبینیم که هنوز هم رنگ داخل برس موجود است. ما این عمل تا زمان انجام میتیم که اصلا رنگ داخل مویک های برس باقی نمانه تا اینکه رنگ بعدی ما ترکیب با این رنگ نشود.
ما ایره میتونیم به دو طریق پاک کنیم، یکی که یک گلاسی هم باشه میشه بالا به گلاس زمانی که ما ایره نندازیم بالا برس بزنیم هم میشه پاک شود و به این طریق هم ما شما میتونیم که پاکش بکنیم. حال میبینیم که اج رنگ داخل ما یک باقی نمانده. رنگ دومی را شروع میکنیم. ما شما رنگ سرخ هم به دو شکل رنگ داریم، یکی سرخ بسیار تیز که نزدیک به نارنجی است و یکی هم رنگ سرخ که حال ما کار میکنیم کریمسون، که از این میتونیم ترکیب رنگ های بنفش هم بسیار به خوبی بدست بریم به امرای رنگ نارنجی. دوستای عزیز، وقتی که ما شما رنگ روی کاغذ یا روی کنواس با برس حرکت میتیم و هموارش میسازیم، قسمی باشه رنگ که بتونه روی کاغذ بپوشانه یا روی کنواس. اگر زیاد رقیق باشه امکان داره که مکمل پوشانده نتونه و رنگ سفید کاغذ هم از پایین ای بیرون شوه. حال ما رنگ سرخ هم کار کردیم. یکی سرخ کریمسون است که یه است و رنگ سرخ رید است که ما از هر دوی اینا میتونیم رنگ های دیگر را به وجود بیاریم. خب به خاطر که اگر شما خواسته باشین که وقت شما به طور مثال کم باشه، شما میتونین که از چندین مویک یا چندین برس استفاده کنین. برای هر رنگ شما یک برس داشته باشین. به اون شکل ما میتونیم که کار را سرعت بدهیم. خب آلمین بالای رنگ آبی، رنگ آبی را میبینیم که بسیار تاریک است. میتونیم که با سفید ایره آبی بسازیم، آبی روشن‌تر. در پهلوی سه رنگ اصلی ما شما یک رنگ سفید داریم و یک هم رنگ سیاه داریم که اینا هم رنگایی هستند که قابل ترکیب، یعنی سفیدش قابل ترکیب نیست، اما سیاه رو ما شما میتونیم که از این سه رنگ به وجود بیاریم. اگر حال ما شما این رنگ ببینیم، ایتو احساس میکنیم که رنگ سیاه است، زمانی که چون که رنگ بسیار تاریک است و ما میتونیم با سفید این رنگ روشن‌تر بسازیم تا اینکه آبی واقعی را ما بتونیم روی کاغذ کار بکنیم. زمانی که ما شما یک رنگ هم ترکیب میکنیم، بسیار مقدار کم میگیریم تا اینکه رنگ دلخواه ما به وجود بیاید. ما شما وقتی که رنگ از قرطاس فروشی هم میگیریم، یکی رنگ 12 رنگ است که بعضی از شرکت ها رنگ کوبالت بلو یا امیر پرشن بلو را داره باعث آبی اصلی و رنگ سرخ هم رنگ کریمسونه و بعضی از شرکت ها رنگ ریده برای سرخ میگیرن و
برای آبی لاجوردی آبی اصلی پتلو که ما میتونیم از این رنگا ترکیب خوبی از سبز و اینا را به وجود بیاریم. خب حال ما شما سه رنگ اصلی که زرد و سرخ آبی است کار کردیم. امیدوار هستم که این درس مفید بوده باشه. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. خدا نگهدار شما.